احمد سلامتیان در فضای سیاسی کشور همواره به عنوان حامی گروهک ها شناخته می شود و نهایتاً از کشور می گریزد و در خدمت جریان رسانه‌ای غرب قرار می گیرد. نتایج انتخابات رو آقای مسئولی وزیر کشور اعلام کردن، مغایر هست با تقریبا همه پیشبینی ها، به خصوص پیشبینی که خود شما روز چهارشنبه در صدای آمریکا داشتید. چه اتفاقی افتاد آقای سازگارا؟ خیلی ساده آقای کروبی، آقای فرهودی، در عرف سیاست به این کار میگن کودتا. یکی از کارشناسان ثابت تلویزیون های فارسی زبان معارض با نظام جمهوری اسلامی، محسن سازگار است. سازگارا پس از انقلاب مدتی وارد سپاه پاسداران می شود، ولی بعد از گذشت چندین ماه به فعالیت‌های خود در سپاه پاسداران پایان می‌دهد و به مدیریت رادیو منصوب می‌شود. اما در این منصب هم دوام نمی‌آورد و در نخست وزیری به معاونت سیاسی اجتماعی گماشته می‌شود. در مدت فعالیت سازگارا در این پست بود که حادثه انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت شهیدان رجایی و باهنر اتفاق افتاد. محسن سازگارا در سال 1361 به عنوان معاون وزیر صنایع سنگین جمهوری اسلامی منصوب شد که بعد از مدتی کوتاه از این مقام نیز کناره گرفت. اما حضور خود را در هیئت مدیره سازمان گسترش صنایع سنگین تا اواخر جنگ ادامه داد. وی بعدها مدتی از کشور خارج شد و تحصیلات خود را در رشته تاریخ تا مقطع دکترا ادامه داد. سازگارا بعد از پایان جنگ تحمیلی با وجود عدم حضور مؤثر در دولت سازندگی، رابطه خود را با سازمان‌های مختلف دولت همچون مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری ادامه داده و در کنار این خود را به عنوان یکی از مؤثرترین اعضای حلقه کیان به عنوان ارگان اصلی روشنفکری دینی در کشور معرفی می کند. بعد از دوم خرداد، سازگارا خود را نه تنها به عنوان یک فعال سیاسی و نظریه پرداز اقتصادی دولت، بلکه به عنوان مسئول اصلی روزنامه جامعه از شاخصترین روزنامه های دوم خردادی مطرح می کند. روزنامه‌ای که به عنوان نخستین روزنامه جامعه مدنی مطرح می شود. اما دوران حضور سازگارا در مجموعه دولت به طول نمی انجامد و بسته شدن روزنامه جامعه و بعد از آن برخی اظهارات وی زمینه تقابل او را با نظام جمهوری اسلامی فراهم می کند. سازگارا پس از وقایع کوی دانشگاه و همچنین مطالب منتشر شده برخی از سایت ها به نقل از وی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت می شود و در نهایت به علت حمایت برخی از نمایندگان مجلس ششم با قرار وثیقه 600 میلیونی از زندان آزاد شده و به انگلیس و سپس آمریکا می‌گریزد. محسن سازگارا در حال حاضر مدیر مرکز تحقیقات ایران معاصر در واشنگتن است که به طور مستقیم تحت نظر CIA اداره می شود. وی به طور هفتگی به همراه علیرضا نوریزاده در برنامه تلویزیونی تفسیر خبر که از تلویزیون فارسی صدای آمریکا پخش می شود، به عنوان کارشناس به ایراد اتهام بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازد. وی در اختشاشات پس از انتخابات 22 خرداد جاری با گفتگوی روزانه در سایت ها و تلویزیون های معاند با طرح ادعاهای واهی، سعی در برافروزی آتش التهاب و تحریک آشوب طلبان داشت. چندی پیش امیرعباس فخرآور، مدیر انستیتوی آزادی ایرانیان، با اشاره به دریافت مبالغ کلان از دولت آمریکا توسط جبهه اپوزیسیون، رسما محسن سازگارا و پسرش شهاب سازگارا را متهم به دریافت پول از محل کمک‌های دولت آمریکا در واشنگتن انستیتو و VOA رادیو صدای آمریکا کرد.
گرچه این مسئله ممکن است نوعی افشاگری از سوی جبهه‌های رقیب اپوزیسیون در آمریکا باشد، اما به طور حتم نشان دهنده سرنوشتی است که در انتظار خط فکرهای انحرافی و التقاطی است. سرنوشتی که هم‌اکنون گریبان بسیاری از اصلاح طلبان دیروز را گرفته است.